یکم آذر ماه هر سال مصادف هست با سالروز قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای در ایران که پاییز سال 1177 آذر ماه اون سال اتفاق افتاد با قتل پروانه و داریوش فروهر. قرائت رسمی حکومت این هست که این قتل‌ها محدود به 4 قتل خانم و آقای فروهر و همینطور محمد جعفر پوینده و محمد مختاری میشه، هرچند که بسیاری از کاربران و فعالان سیاسی معتقد هستند که تعداد این قتل ها بسیار بیشتر از این حرف ها است و نخستین مورد اون دست کم که به شکل سازمان یافته اتفاق افتاده برمیگرده به قتل دکتر کاظم سامی در اوایل دهه 70 و همینطور قتل های خارج از کشور مثل قتل دکتر شاپور بختیار. اما موضوعی که کاربرها بهش نگاه کردن در کنار تعداد کشته شدگان و قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای موضوع دادخواهی هست که از سال گذشته و بعد از حوادث خونبار آبان و همینطور سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی به شکل جدی در واقع دنبال شد. خیلی از کاربرها گفتن قتل‌های زنجیره‌ای و دادخواهی اون هم باید به شکل جدی همواره ادامه پیدا بکنه تا زوایای پنهان اون روشن بشه. میلاد پور ایسا در توییترش نوشته موفقیت جنبش دادخواهی اینجاست که خاطره سالهای قبل رو به تصویری حاضر در ذهن ایرانیان تبدیل میکنه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع، باربد گلشیری اشاره کرده به ساعتی که در دیوار بر دیوار خانه داریوش و پروانه فروهر بوده و 2-3 سال پیش به سرقت رفته. این ساعت زمان وقوع جنایت بوده که به شکل نمادین در این خانه قرار داشته و زمان وقوع جنایت رو نشون میداده. باربد گلشیری نوشته در خانه فروهرها ساعتی روی دیوار بود که سالها روی زمان جنایت خوابیده بود. کسی نمیداند چطور یا چگونه اینطور شده، اما آن ساعت یادمانی بود برای یادآوری. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، هم اشاره کرده به لزوم پیگیری و دادخواهی و گفته که اشاره کرده به یکی از اعترافات بازداشت شدگان قتل‌های زنجیره‌ای و نوشته او گفته که حذف جزو وظایف سازمانی و ذاتی ما بود. اشاره هست به اون مقام امنیتی یا اطلاعاتی، اون مأمور اطلاعاتی امنیتی که این رو در اعترافاتش گفته. اما کاربر دیگری هم به نام حاج محمد گفته همیشه با خودم میگم بزرگترین کاری که جمهوری اسلامی کرده اینه که به اشکال مختلف مملکت رو به معنی واقعی از آدم حسابی ها خالی کرد. یکی رو مثل پروانه فروهر با قتل های زنجیره‌ای، کسی که 25 سال پیش حرف های مترقی میزد که هنوز فهمیدنش برای خیلی ها دشوار بود. این نفهمیدن بزرگ مهمترین چیزیه که بایستی که یادآوری بشه تا از تکرار اشتباه ها جلوگیری بکنه. کاربر دیگری به نام سینا هم اشاره کرده به اینکه پاییز فقط با حوادث تلخ آبان سال گذشته یادآوری نمیشه برای ما و از دیرباز خونین بوده به تعبیر این کاربر. داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، همینطور احمد میرعلایی، مجید شریف، سعیدی سیرجانی، علی اکبر سعیدی سیرجانی و غفار حسینی کسانی هستند که از اونها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای در ایران یاد میشه.